یوحنا فصل 16 آیات 8 تا 11 و چون روح آید جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری تقصیرکار است. به لحاظ گناه زیرا به من ایمان نمی آورند. به لحاظ عدالت زیرا نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهید دید. و به لحاظ داوری زیرا رئیس این جهان محکوم شده است. یوحنا فصل 16 آیات 13 تا 15. اما چون روح راستی آید شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد، زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. او مرا جلال خواهد داد، زیرا آنچه را از آن من است گرفته به شما اعلام خواهد کرد. هر آنچه از آن پدر است از آن من است. از همین رو گفتم آنچه را از آن من است گرفته به شما اعلام خواهد کرد. دوم تیموتائوس فصل اول آیه 7. زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انضباط است. غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23. اما ثمره روح محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری و فروتنی و خیشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست. غلاطیان فصل 6 آیه 8. کسی که برای نفس خود می کارد از نفس تباهی درو خواهد کرد، اما کسی که برای روح می کارد از روح حیات جاویدان خواهد دروید. رومیان فصل 8 آیه 26. و روح نیز در ضعف ما به یاری من می آید، زیرا نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما روح با ناله های بیان ناشدنی برای ما شفاعت می کند. اشعیا فصل 11 آیه 2. روح خداوند بر او قرار خواهد یافت، روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت، روح معرفت و ترس خداوند. غلاطیان فصل 5 آیه 25. اگر به روح زیست می کنیم، به روح نیز رفتار کنیم. افسوسیان فصل 6 آیه 17. کلاهخود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست به دست گیرید. یوحنا فصل 4 آیه 24. خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند. رومیان فصل 8 آیه 16. و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدایی. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 17. خداوند روح است و هر جا روح خداوند باشد آنجا آزادی است. رومیان فصل 8 آیه 6. طرز فکر انسان نفسانی مرگ است، اما طرز فکری که در حاکمیت روح قرار دارد حیات و سلامتی است. اول تسالونیکیان فصل 5
آیه 19. آتش روح را خاموش مکنید. امثال فصل 18 آیه 14. روح آدمی او را در بیماری برپا نگاه می دارد، اما روح افسرده را کیست که تحمل تواند کرد؟ یوحنا فصل 6 آیه 63. روح است که زنده می کند، جسم را فایده ای نیست. سخنانی که من به شما گفتم روح و حیات است. رومیان فصل 8 آیه 27. و او که کاوشگر دل هاست فکر روح را می داند، زیرا روح مطابق با اراده خدا برای مقدسین شفاعت می کند. اول قرنتیان فصل 12 آیات 8-11. به یکی به وسیله روح کلام حکمت داده می شود، به دیگری به واسطه همان روح کلام معرفت، و به شخصی دیگر به وسیله همان روح ایمان، و به دیگری باز توسط همان روح عطایای شفا دادن، به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می شود، به دیگری نبوت، و به دیگری تشخیص ارواح، و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع زبانهای غیر بخشیده می شود، و به دیگری ترجمه زبانهای غیر. اما همه اینها را همان یک روح به عمل می آورد و آنها را به اراده خود تقسیم کرده به هر کس می بخشد. رومیان فصل 8 آیه 9. اما شما نه در حاکمیت نفس بلکه در حاکمیت روح قرار دارید، البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد. و اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد، او از آن مسیح نیست. اول قرنتیان فصل 12 آیه 7. ظهور روح به هر کس برای منفعت همگان داده می شود. رومیان فصل 8 آیه 15. چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در می دهیم ابا پدر. اعمال رسولان فصل اول آیه 8. اما چون روح القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان. اول قرنتیان فصل 2 آیه 11. زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد جز روح خود او که در درون اوست؟ بر همین قیاس فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است. اول پتروس فصل 4 آیه 14. اگر به خاطر نام مسیح شما را ناسزا گویند، خوشا به حالتان، زیرا روح جلال که روح خداست بر شما آرام می گیرد. عبرانیان فصل 4 آیه 12. زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و برنده تر از هر شمشیر دو دم، و چنان نافذ که نفس و روح و مفاصل و مغز و استخوان را نیز جدا می کند و سنجشگر افکار و نیتهای دل است. افسوسیان فصل 6 آیه 18. و در همه وقت
با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همه مقدسین دعا کنید. کولسیان فصل سوم آیه 16. کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود و با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید و با شکرگزاری و صمیم دل برای خدا بسرایید. اول قرنتیان فصل دوم آیات 12-14. ولی ما نه روح این دنیا بلکه روحی را یافته ایم که از خداست تا آنچه را خدا به ما عطا کرده است بدانیم. و از همین سخن میگوییم، آن هم نه با کلماتی که آموخته ی حکمت بشری باشد، بلکه با کلماتی که روح می آموزد و بدین سان حقایق روحانی را با کلمات روحانی بیان می کنی. اما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی پذیرد، زیرا در نظرش جهالت است و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست درباره آنها تنها از دیدگاه روحانی میسر است. اول قرنتیان فصل سوم آیه 16. آیا نمی دانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟